قطعه ایست با نام گل سنگ که تقدیم حضور شما میشه. اگرچه بر سر من عشقت خراب میکند عالم را، شکست میدم این غم را، تلسم بسته بالم را، اگرچه بر سر من عشقت خراب میکند عالم. امیدوارم از قطعه گل سنگ که به عنوان آغازگر این کنسرت در نظر گرفته بودیم لذت برده باشید. این قطعه مثل الباقی قطعات آلبوم تهران عاشق با آهنگی از دکتر محمد رضا چراغعلی و شعر سجاد عزیزی آرام تقدیم حضورتون شد. من دیگه خودم رو هم معرفی نمی کنم به خاطر شکست نفسی. خب قطعه بعدی که تقدیم حضور شما خواهد شد
قطعه ایست با نام بی خاطره که امیدوارم از اون لذت ببرین. افتاده بودم وای عهدی که نبستی مانده بودم غربتم را از نگاه خوانده بودم من در این دلدادگی آوار پشت قاب پنجره بی خاطره جا مرده بودم بی تو در فصل دل شوره ها بهت آینه ها قربت کوچه ها جا عشق و دلدادگی درد و دیوانگی تلخی زندگی چراغ علی خیلی ممنون از آهنگ‌های بسیار زیبایی که برای بنده افتخاری بود که توفیق اجرای این آهنگ‌های بسیار زیبا و فکر می‌کنم طبق بازخوردی که گرفتیم ماندگار رو این توفیق رو به بنده دادیم و خیلی ممنونم از شما. من
در واقع بازخوردهایی که گرفتم مخصوصا در حوزه شعر و آهنگی که این آلبوم داشته خیلی خوب بوده و وظیفه دارم به شما منتقل کنم. خب قطعه هست همونطور که مستحضر هستین، آلبوم نامش هست تهران عاشق، که یکی از قطعات این آلبوم قطعه ایست با نام تهران با آهنگی از دکتر محمد رضا چراغعلی و شعر سجاد عزیزی آرام تقدیم حضور شما خواهد شد. متشکرم. شان ماندم در هوایت سالها، محتاج باران ماندم از همان دیدار ما، در کوچه های خاطره من اسیر خاک دامنگیر تهران ماندم، مانده بر پیراهن هر سنگ فرش کهنه ای، رد پاهایی که با هم هر قدم برداشتیم، هر زمان با یاد تو پا می نهم، هر جای شهر یادگار آرزو که با هم داشتی، با عاشقی زیباست اگر زیباست تهران، زیباییش بیداری شبهاست تهران، هر کوچه ای یک داستان عاشقان است، آکنده از رویاست تهران. شهر من ای سرزمین پر فراز و پر نشیب، شانه های محکم همچون دماوندت منم، عشق اگر آوازه میدان آزادی توست، تا همیشه عاشق میدان شدی، زیباست اگر زیباست تهران، زیباییش بیداری شبهاست تهران، هر کوچه ای یک داستان عاشقان است، هر خانه اش آکن رویاست تهران.
خیلی متشکرم. تهران بود ولی تقدیمش کردیم به همه مردم ایران، چرا که تهران قلب ایران است و من خودم هم کاشانی هستم، ولی فرقی نمی کنه، تهران برای همه ما نماینده ایران بزرگ هست و امیدوارم که این شهر مثل گذشته خودش، مثل عظمت تاریخ خودش و مثل فرهنگ گذشته خودش، مثل شکوه گذشته خودش همیشه برقرار و پایدار و مستحکم بماند و با مدیریت خوب از آلودگی و ترافیک و غیره و زالک در امان باشد، که اون دیگه زحمت عزیزان ما در شهرداری است که این آلبوم هم در واقع به همت اونها تولید شد. و من جا داره که هم تشکر کنم از دوستان عزیزمون در شهرداری تهران و هم تا عزیزان نوتاشون رو آماده میکنن یک مطلبی بگم که خب ما هم کشوری هستیم که نه تنها هم پای کشورهای با فرهنگ دنیا، بلکه در صدر کشورهای با فرهنگ دنیا هستیم و در تمام کشورهای توسعه یافته و متمدن امروز شهرداری ها در امر هنر و مخصوصا موسیقی در صف اول حمایت های دولتی و در واقع ارگانیزه کردن مسائل موسیقی هستند و ما هر جا که ارکستر فیلارمونیکی در هر شهری میبینیم، اون ارکستر واژه فیلارمونیک یعنی ارکستری که وابسته به شهرداری و با بودجه شهرداری و همینطور تئاترهای مختلفی که در هر کجای دنیا، به فرض اگر پاریس تئاتر شهر پاریس داره یا به فرض آمستردام بیم هاوس داره و موزیک خبا داره، اینها همه بودجهشون رو از شهرداری و دولت میگیرن. حالا ما میدونیم که دولت و شهرداری ها مشکلاتی شاید داشته باشن، ما در جریان نیستیم، ولی با کمترین بودجه، من میگم شاید به اندازه بودجه یک پیاده رو یک خیابون خلوت میشه برای یک مملکت و یک پایتخت دارای ارکستر بود و دارای موسیقی بسیار فاخری بود. من خواهش دارم اگر این رسانه رسانه ایست که حرف بنده رو کسی میشنوه، مسئولین شهرداری، ضمن این که ما تشکر میکنیم از ورودشون به حوزه تولید این مجموعه، خواهش میکنم که در امر موسیقی و هنر و فرهنگ عزمشون رو راسختر از پیش بکنن. خیلی متشکرم. قطعه بعدی که تقدیم حضورتون خواهد شد قطعه با من بمان هست که آهنگساز دکتر محمد رضا چراغعلی و شاعرش سجاد عزیزی آرام. من معذرت میخوام که وسط این قطعات صحبت میکنم، در اجراهای صحنه‌ای تا دوستان دستی بزنند و یه تشویقی کنند و یه گلی بیارند و اینها، دوستان نوازنده فرصتی دارند تا نوتاشون رو عوض کنن و برای قطعه بعدی آماده بشن. چون سالن خالی هست و ما اون رو نداریم، سعی میکنم با در واقع صحبت هایی اون فضا رو پر کنم و پیشا پیش از همه بینندگان عزیز معذرت میخوام. با من بمان. ببین ای آشنای غربت تنهایی من، من از آرامش دریای این عشق لبریزم، شبیه رودهای من.
مست و پر پیچ و خم عاشق، به اقیانوس بی پایان چشمان تو می‌ریزم. زیبای دنیای من آینه چشمان توست، با من بمان تا بیکران، تا بیکران با من بمان. پایان دل تنگی من لبخند بی پایان توست، تا آخر این داستان جان. بله، خب جای همه بینندگان عزیز ما امشب در سالن برج میلاد یا عنوان رسمیش مرکز همایش های برج میلاد خالی است. حالا یک مصاحبه خیلی کوتاهی با من شد وقتی که وارد سالن می شدم، گفتن همیشه شما این سالن رو با جمعیت اجرا کردین، امشب بدون حضور مردم هست، چه احساسی دارین؟ واقعا احساس من، احساس قلبی می هست که بخشی از قلبم انگار خالی است، هرچند که رو در روی شما هستیم، ولی نفس به نفس و چهره به چهره شما نیستیم. خب بخش زیادی از انرژی که نوازندگان و خوانندگان در صحنه کنسرت میگیرن، این داد و ستد انرژی است که بین هنرمندی که روی استیج هست، بین نوازندهی که روی استیج هست یا بین خواننده‌ای که روی استیج هست، با حال و هوایی که و انرژی که در سالن هست، من این اقراق نیست که بگم، حتی
همه هنرمندان شاید این رو تجربه کردن، حتی اجراهایی که هواداران خیلی تو آتیشه ما هنرمندان تو سالن هستن، بدون اینکه ما بدونیم انگار قلبمون پرحرارت تره در اون شبها. امشب در واقع حرارت عشق همه بینندگان عزیز و مخاطبین عزیزمون رو حس میکنیم در قلبمون، ولی جاتون واقعا اینجا خالی است و اون انرژی که باید بین ما رد و بدل بشه فکر میکنم یک مقدار جاش خالی است، ولی روزهای خوب و بدون کرونا و بدون بیماری مطمئنم که نزدیک است و به زودی از راه خواهد رسید. با این امید هست که ما امشب روبروی شما ایستادیم. قطعه بعدی می نویسم عشق، آهنگساز دکتر محمد رضا چراغعلی، شاعر سجاد عزیزی آرام و رهبر ارکستر محمد رضا عقیلی. تقدیم شما. غمخوار نیست قصه دیدار ما، دیدار ما آفتاب می گریزد عمر و هرگز فرصت دیدار نیست. می توانستی که با اکسیر عشق جاودان مانی، زیبا تشهی با من مجنون از خود دورتر، از تو میخواهم که لیلا تشهی. با خیال یار مجنون تر شدن، هر که عاشق می شود دیوانه بیمار نیست. زندگی با آفتاب عشق زیبا می شود. عشق یک بار است و دیگر فرصت تکرار نیست. می نویسم عشق اما عشق با من یار نیست، جز غم تو با دل من هیچ کس غم خوار نیست. قصه دیدار ما، دیدار ما آفتاب می گریزد عمر و هرگز فرصت دیدار نیست. می توانستی که با اکسیر عشق جاودان مانی و زیبا تشوی، با من این مجنون از خود دورتر، از تو می خواهم که لیلا تشوی. متشکرم و ممنون.
البته که آقای دکتر چراغعلی یه کاری میتونستیم انجام بدیم، الان ایدش به ذهنم رسید، مثل بعضی از این تاکشوهای طنز که افکت خنده روی صحبتاشون میذارن، ما میتونستیم افکت تشویق حضار رو داشته باشیم امشب، حداقل حسش رو بهمون بده. ولی نمیخوام بگم انشالله برای بعد، چون کرونا دیگه ببخشین گورشو داره گم میکنه و میره، و امیدوارم که هیچ وقت ما دیگه مجبور نباشیم در این شرایط برای شما برنامه اجرا کنیم. به امید ایرانی سالم و هم میهنانی سالم و قبراق، قطعه بعدی رو آماده است آقای عقیلی؟ دوستان آمادن؟ قطعه بعدی عنوانش هست سراب، از مجموعه آلبوم تهران عاشق. قطعه سراب تقدیم شما. چه نصیب بردی ای دل، به جز آتش جدایی، شب و روز بیقراری، همه عمر بیوفایی. نبینی نشنیدی و ندیدی، نز دشمن انتظاری، نب دوستان امیدی. نپیامی ننبیدی نشنیدی و ندیدی، نز دشمن انتظاری، نب دوستان امیدی. ز فراق تو رسیده و دل به تار موی، من و شوق آشنایی، چه محال آرزوی. دل از آرزوی رویت که ندید جز سرابی، چه گریز داری ای عمر که اسیر در شتاب، اسیر در شتابی. مگر از خیال پرواز، چه نصیب شد حساری، چه ز توسن جوانی، چه به ما جز غباری. چو مسیح زنده کن به دمی که میتوانی، که نفس بریده ای را تو به آرزو رسانی. چو مسیح زنده هم کن به دمی که میتوانی، که
نفس بریده ای را تو به آرزو رسانی. خیلی متشکرم و ممنونم. چشم. بله، من تا دوست عزیزم نوازنده تار جناب استاد بهزاد رواقی عزیز سازشون رو کوک میکنند و کوک سازشون رو تغییر میدند، خیلی خوشحالم بهزاد جان. بعد از مدت ها حداقل حال حتی شده بدون تماشاچی روی صحنه اومدیم باز با هم، با همه دوستان واقعا. و قطعه بعدی که تقدیم حضورتون خواهد شد اول معرفی کنم که عنوانش هست پریشانی. این سرفه ها سرفه های کرونایی نیست، نگران نباشید. قطعه بعدی هست عنوانش پریشانی با آهنگ زیبای دکتر چراغ علی و حضورتون هست کنم شعر سجاد عزیزی آرام. چی داریم دیگه بگیم تا کوک ساز بهزاد درست میشه؟ نه، یک حالا شاید بپرسن این کاغذ چی بود. یکی از قطعات رو دوستان عزیز ما در روابط عمومی شهرداری، خب حالا چون فرصت هست تا ساز هنوز کوک نشده، من یک در واقع میگه که زان یار دلنوازم، حافظ میفرماید شب یلداس بعد نیست یه بیت حافظ بخونم بعد بگم که چرا، یه زان یار دلنوازم شکریست با شکایت. ما بله گر نکته دان عشقی خوش بشنو تو این حکایت. زان یار دلنوازم شکریست با حکایت، گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت. بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم، یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت. که ما توی بحث امشبمون فقط با بیت اولش کار داریم، شکریس هم مصرع اول در واقع، شکریس با شکایت. بله دوستان، امشب چون نزدیک شب یلداست همه بیتای دیگه‌ش هم میخونن، همه در واقع مرید و دلباخته حافظ هستیم. ما این مجموعه به همت و در واقع حمایت شهرداری تهران ضبط شد. خب دکتر محمدرضا چراغ علی فکر میکنم تقریبا یک چیز در حدود 9 ماه، با اینکه جناب دکتر در ایام شیرینی به سر میبردند و اخیراً وارد پیوند مبارک ازدواج شدند و ما هممون به ایشون تبریک عرض میکنیم، ولی 9 ماه خودشون رو در اون استودیو خودشون حبس کردن و شبانه روز، اینی که من میگم دوباره تکرار میکنم شبانه روز، ایشون زحمت کشیدن تا رأس زمان مقرری که قرار بود و دوستان شهرداری خواسته بودن که به عنوان هدیه شهرداری این آلبوم به قول معروف آماده بشه و منتشر بشه، ایشون رسوندن، بنده خوندم، آقای عزیزی آرام هر جو شعرها ویرایشی میخواست انجام دادن، ولی میگه که شکریست با شکایت. هم ممنونیم از دوستانمون در شهرداری و هم نمیخوام بگم گلایه‌ای داریم، ولی انتظار ما از مجموعه شهرداری بالاست. شاید اگر ما با نهاد دیگری که هم به لحاظ عقبه فرهنگی و سوابق فرهنگی در سطح پایین‌تری از شهرداری بود، این انتظار برای ما پیش نمیومد. با توجه به انتظار بالایی که از مدیران فرهنگی شهرداری داریم، هم شهردار محترم، هم روابط عمومی محترم شهرداری و همه عزیزان شهرداری، انتظارمون این بود که برای این مجموعه بیش از پیش
سنگ تمام بگذارن. من فکر میکنم آن چیزی که صحبت شده بود تا حدودی دوستان یک کم لطفی های خیلی مختصری در مورد این آلبوم، نه در مورد حالا کنسرت، انجام شد که من مطمئنم بعد از این کنسرت برنامه های خیلی خوبی برای این آلبوم تدارک دیده خواهد شد. قطعه پریشانی رو کوک تار آقای استاد بهزاد رواقی هم کوک شد و قطعه پریشانی رو تقدیم حضور شما میکنم. آفرینی تو امان شور و پریشانی، چون بوسه ای که داغ می کارد به پیشانی، مشکل دلت را می دهی جایی که من هستم، اما دلم را می بری هر جا به آسانی. هر کس دلی آباد بگذارد به پای تو، جا می گذاری در دلش یک شهر ویرانی. زخمم نزد با دیگران، خندیدنت از دور، هرگز مکن کاری که بازارت پشیمانی، هرگز مکن کاری، هرگز مکن کاری که بازارت پشیمانی. به محضر مبارکتون عرض کنم که
اگر خاطر شریفتون باشه، ما مدت ها پیش فکر میکنم شاید نزدیک یک سال یا کمتر، 7-8 ماه پیش، یک قطعه ای رو تقدیم یک سال، نه کمتر از یک سال، پناه آخر کی بود آقای دکتر؟ حوالی 40 بود دیگه، آره فکر میکنم کمتر از یک سال، ما یک قطعه ای رو تقدیم حضورتون کردیم به نام پناه آخر که تیتراژ سریالی بود با همین عنوان که از یکی از شبکه های تلویزیون این سریال پخش شد که من حضور ذهن ندارم الان کدوم شبکه بود، ولی شبکه 2 بود. ولی این قطعه برای من تداعیگر شروع همکاری با دو عزیز مهربان هست و من همیشه و همیشه از این قطعه سپاسگزار خواهم بود، قطعه پناه آخر که اولین همکاری من با دکتر چراغعلی و سجاد عزیزی آرام هست و به بهانه این قطعه بود که ما تصمیم گرفتیم این قطعه رو در قالب یک آلبوم منتشرش کنیم. تقدیم حضور مشکل پسند شما بینندگان و شنوندگان عزیز میشه قطعه پناه آخر. خبر می آیی فن آیی با
های عشقم. متشکر و ممنون که بیننده ما بودین تا این لحظه. خب من یک یادداشتی دارم که فکر میکنم که در ترتیب رپرتوار دوستان نیست و در همین آنتن زنده ما یک درخواست داریم از روابط عمومی شهرداری محترم تهران و دوست بزرگوارمون مدیر محترم روابط عمومی شهرداری جناب آقای محمدی، که در واقع اگر ما امشب روی این صحنه هستیم و این مجموعه تهران عاشق ضبط شد، حقا همت و اراده و مساعدت آقای محمدی بود، مدیر محترم شهرداری تهران، که من حالا نمیدونم، فکر میکنم آقای محمدی و من قبل از کنسرت دیدم ولی الان نمیدونم کجا هستن، ولی من واقعا بسیار بسیار خوشحالم که در هر پستی و در هر مسئولیت و سمتی عزیزانی که هستند و در واقع لباس خدمت به تن دارند، برای هنر و برای فرهنگ و مخصوصا موسیقی در صف اول اقدام باشن. و آقای محمدی در واقع من فکر میکنم که پیشنهاد مطرح شد، ایشون بلافاصله با آغوش باز پذیرفتن و الان هم یک در واقع درخواست دارن که قطعه تهران رو یک بار دیگه ما، چون ما الان یک قطعه تهران داریم و یک قطعه ایران که هیچ کدوم هم از هم جدا نیستن، تهران در واقع قلب ایران هست، قلب نمادین ایران هست در واقع، وگرنه هر شهر ایران به تنهای خودش یک قلب تپنده است. بله، ما اگر دوستان ممکنه نوت‌های قطعه تهران رو یک بار دیگه بگذارین که ما یک بار دیگه قطعه تهران رو اجرا خواهیم کرد و بعد از اون هم قطعه ایران. اجازه بدین پس من خودم هم امشب به قصه دل من گوش میکنی، امشب به قصه دل من فردا مرا چو قصه فراموش میکنی، فردا مرا چو قصه فراموش میکنی. شب عاشقان بیدل، شب عاشقان بیدل، چه شبی دراز باشد. تو بیا که از اول شب، تو بیا که از اول شب
در سو باز باشم تو بیا که از اول شب در سو باز باشد. من به ناچار دو بیت بدون اینکه فکر کرده باشم تقدیم حضورتون کردیم تا دوستان عزیزم نوت‌ها رو آماده کنند. بله، تهران رو یک بار دیگه تقدیم حضور ارجمند شما خواهیم کرد. شان ماندم در هوایت سالها محتاج باران ماندم از همان دیدار ما در کوچه های خاطره من اسیر خاک دامنگیر تهران ماندم بر پیراهن هر سنگ فرش کهنه ای رد پاهایی که با هر قدم برداشتی هر زمان با یاد تو پا می نهم هر جای شهر یادگار آرزو با هم داشتیم با عاشقی زیباست اگر زیباست تهران زیباییش بیداری شبهاست تهران هر کوچه ای یک داستان عاشقان نشیب شانه های محکمه همچون دماوندت منم عشق اگر آوازه میدان آزادی توست تا همیشه عاشق عاشقی زیباست اگر زیباست تهران زیباییش بیداری شبهاست تهران هر کوچه ای یک داستان عاشقان است هر خانه اش آکنده رویاست
سپاسگزار از محبت شما. و آخرین قطعه ای که تقدیم حضور شما خواهد شد، قطعه ایست برای ایران و به نام ایران و برای همه اونها که دل در گرو مهر و عشق ایران دارند. حالا فرق نمی کنه چه به زبان چه به عمل. ما تو این سالها دیدیم بعضی به زبان عاشق ایران بودن، بعضی هم در عمل برای ایران جان فشانی کردند. به هر حال برای به زبان هم عاشق ایران بودن خوبه، ولی من میخوام این قطعه رو تقدیم کنم به تمام کسانی که میگه که ای مرغ سحر عشق سه پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. این مدعیان در طلبش بیخبرانند، آن را که خبر شد خبری باز نیامد. ما نهایت کاری که برای ایران میکنیم به قطعه ایست که میخوانیم و شعری است که برای اعتلاء ایران بر قامت آواز پیاده میکنیم، ولی این قطعه رو میخوام تقدیم کنم به همه کسانی که در راه ایران و برای ایران و برای این مرزهای پرگوهر ایران جان و جوانی و زندگانی خودشون رو فدا کردن و اونها بودن که ثابت کردند که هم در زبان و هم در عمل عاشق ایران هستند و ما همیشه مدیون اونها خواهیم بود. قطعه ایران تقدیم شما. Shabbat, holy day.
خیلی متشکر و خیلی ممنونم از همه عزیزانی که بیننده ما بودند و همینطور از اعضای محترم ارکستر. این مجموعه که شنیدید از آلبوم تهران عاشق تقدیم حضور شما عزیزان شد به آهنگسازی دکتر محمد رضا چراغعلی و اشعار زیبای سجاد عزیزی آرام به رهبری ارکستر محمد رضا عقیلی. من نمیدونم اگر دوربین ها دکتر محمد رضا چراغعلی رو یک تصویر کلوزآپ بگیرن که